به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جا خدا وند روزی ده و رهنما. باز این گردون دون با ما سر پیکار دارد، ناوک غم بر دلم از سینه تا سوفار دارد. ای سبا تهمینه را از من ببر یک دم پیامی، از سمنگان تا به زابل ناله های زار دارد. قصه سهراب و رستم پند باشد تا بدانی چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. به نام جهان داور دادگر، درود بر شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، خوش و خرم باشید. هر کجای دنیا که هستید شب و روزتان بر شما خوش. در خدمت شما هستم با فرازی دیگر از داستان رستم و سهراب. داستان به آنجا رسید که کاووس برای مقابله با حمله سهراب جوان به رستم پیام داد که آب در دست داری نخور و خودت رو برای کمک برسان. رستم و گیو که این جوان تازه از گرد راه رسیده سهراب خیلی براشون جدی و مهم نبود، به بزم نشستند و پس از چند روزی خوشگذرانی آمدند به کاخ. کاووس بسیار بر اونها خشم گرفت و دستور اعدام رستم و گیو رو به طوس صادر کرد. رستم یک پشت دستی به طوس زد و از بارگاه قهر کرد. گودرز و بزرگان با سرزنش شاه بیخرد به دنبال رستم رفتند. با میانجیگری آشتی بین شاه و پهلوانان برقرار شد. رستم برگشت و شاه به احترامش بلند شد و شروع کرد به پوزش خواهی. ببینیم پوزش خواهی کاووس شاه با جهان پهلوان رستم. گفت: جهان پهلوان، تو خلق مرا میدانی، ذات من چنین است که تندی مرا گوهر است و سرشت، چنان رست باید که یزدان بکشت. من از این دشمن جدید سهراب ناراحت بودم، چون دیر کردی ناراحت شدم، وگرنه پشت گرمی من تو هستی. رستم گفت: من گوش به فرمان تو هستم. شاه گفت: امروز را جشن میگیریم و فردا آماده نبرد میشویم. روز دیگر سرزدن آفتاب عالمتاب، کاووس دستور حرکت داد. منزل به منزل گذشتند تا رسیدند به دژ سپید. خبر به سهراب یل. سهراب آمد بالای دیوار برج، به انگشت لشکر به هومان نمود. هومان از ترس آه کشید. گفتیم که هومان به همراه بارمان از سرداران و جاسوسان افراسیاب هستند و به این دلیل با سهراب روانه شدند تا با هر نوع دسیسه و نیرنگ و توطئه مانع شناخت رستم و سهراب از هم بشند. سهراب گفت: نترس هومان، همتای من در سپاه ایشان کسی نیست. به میگساران بگویی جام می بیاورند. شب هنگام تهمتن از کاووس شاه اجازه خواست تا با لباس مبدل بره به اردوی سهراب. پیشتر درباره روش‌های عیاری صحبت کرده بودیم، یکی از روش‌ها همین تغییر چهره و تغییر لباسه. خب رستم میخواد بره تا ببینه که این جوان تازه از گرد راه رسیده کیه.
بزرگها و پهلوانانشون چه کسانی هستن؟ القصه رستم با لباس ترکان توری، پیاده ناشناس، شبانه رفت به اردوی سهراب. شنید که به بزم و ایشونوش مشغولن. یک نکته رو یادآوری کنم که در زمانی که سهراب میخواست به رزم بره، مادرش تهمینه برادرش زنده رزم یا ژنده رزم رو، منظور دایی سهراب، ژنده رزم رو فرستاد با سهراب تا پدرش رستم رو به اون بشناسونه. باری رستم سهراب رو دید نشسته به تخت بزم، در یک طرفش زنده رزم، طرف دیگر بارمان و هومان. ژنده رزم یا زنده رزم، هر دوتاش من میگم برای که هم در تومار هم در شاهنامه هر دو رو ما داریم، بنابراین اگر هر دو رو از من شنیدید بدونید که هر دوش گفته میشه. ژنده رزم برای کاری رفت بیرون و در تاریکی چشمش افتاد به گوی بلند قامت. با خودش فکر کرد که در لشکر چنین کسی ندارن. پرسید کیستی؟ بیا در روشنی تا ببینمت. رستم مشتی به گردن زنده رزم زد و زنده رزم در دم جان داد. بدین ترتیب بهترین راهنمای سهراب برای شناسایی رستم، یعنی دایی سهراب، به دست رستم کشته شد. سهراب، خب اینها در تاریکی هم رو نشناخته بودند. سهراب که منتظر ژنده رزم بود، دید دیر کرده، کسی رو دنبال او فرستاد. رفتند و شوربختانه جنازش را آوردند. سهراب خشمگین خیره گفت امشب نباید خوابید. گرگ به گله زده، دشمن در میان ماست. بزرگان رو همه خواند و گفت به کین زنده رزم آنقدر ایرانی بکشم، آنقدر سر و دست بریزم، قسم میخورم. از آن طرف رستم برگشت به سمت خیمه پادشاه ایران. گیو در اون شب مسئول پاسداری بود. در تاریکی دید کسی جلو میاد، تیغ کشید کیستی؟ رستم دید رفیق شفیقش گیوه، افتاد به خندیدن. گیو حیرت کرد، عجب جهان پهلوان، این تیره شب پیاده کجا رفته بودی؟ رستم داستان رو گفت. بعد اومد پیش کاووس و با حیرت و شگفتی از سهراب و قد و بالا و بازو و کتف سهراب گفت و گفت که شهریار، در تمام ایران و توران چنین یلی ندیدم، پنداری که سام سوار زنده شده. باری روز دیگر سرزدن آفتاب عالمتاب، سهراب خفتان جنگ به تن کرد، نشست بر گرده سمند، رفت بر بالای بلندی تا سپاه ایران و خیمه ها و علم هاشون رو ببینه. دستور داد هجیر پهلوان ایرانی رو که پیشتر اسیرشون شده بود بیاورن تا نشانی های هر خیمه و علم رو بپرسه. ببینیم گفتار اندر پرسیدن سهراب، نشانهای خیمه ها و علم ها از هجیر با اجرای بسیار زیبای استاد محمد یگانه شاهنامه خوان و استاد موسیقی مقامی شمال خراسان. به نام خداوند جان و نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیهان و گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و چه افگند خور سوی بالا کمر،
چو افگند خور سوی بالا کمن زبانه برآمد ز چرخ بلند به پوشید سهراب خفتان جنگ نشست از بر چرمه سنگ رنگ پسر پیلتنه پسر که ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش نخانش پسر یکی تیغ هندی به چنگ اندرش یکی مخمر خسروی بر سرش کمندی به فتراک بر شهر خم خمن در خمای رو کرده دجن سهراب جای بلند می طلبد تا از آنجا بتواند سپاه ایران را به خوبی ببیند سپس می گوید که حجیر را که اسیر اوست به نظرش بیاورن حجیر یکی از پهلوانای نامی ایرانه هماورد سهراب نبود اسیر سهرابه از او می خواهد که بزرگان و دلیران را نشانش بدن و کجی در کار نیارد دروغ نباشه تا از بند و زندان نجات یابد حجیر هرچه سهراب می پرسد به نشان جایگاه کاووس و گیو و گودرز و فریبرز و گرازه را به سهراب نشان می دهد می رسند به درفش اژدها پیکر می رسند به درفش اژدها پیکر و مردی و اسبی که در میان ایرانیان همتا ندارند حجیر در بین می شود ترس برمی داره با خود می گوید اگر نام نشان رستم را به این ترک زورمند با چین نیال و نشست خسروانی بگویم تنها بر او می تازد که بسا که رستم در چنگال او کشته شود می گوید آن مرد چینی است به تازگی به بارگاه کاووس آمده و چون آن هنگام او در قلعه بوده است نامش را نمی داند سهراب شور و شتاب دارد که رستم را بشناسد نشانه هایی که مادرش به سهراب داده در نامدار چینی می بیند اما حجیر از رستم سخن نمی گوید در برابر اصرار سهراب حجیر می گوید شاید اکنون هنگام بزم در گلستان است رستم در زابلستان باشد سهراب می گوید هنگامی که شهریار روی به جنگ دارد جهان پهلوان در کنارش نباشد پیر و جوان بر او می خندد این سخن دروغ است و حجیر می کشد که سهراب را از درگیری با رستم به ترساند و او می گوید همه با من از رستم گفتند
نباید تو را جست با او نبرد، نباید تو را جست با او نبرد، برارد به آور دیگر از تو گرد، برارد به آور دیگر از تو گرد. سهراب چه بشنید این گفته های درشت، نهان کرد از او رو به موتاش. این سخن دروغ است، هنگامی که شهریار روی به جنگ دارد، جهان پهلوان در کنارش نباشد، پیر و جوان بر او میخندد. این سخن دروغ است، آماده جنگ میشه. باری سهراب با هجیر بر بالای بلندی میآیند و از او میخواهد که سخن به راستی و صداقت بگوید. پرسش سهراب درباره صاحبان خیمه ها و علم ها و درفش ها در اردوی ایرانیانه. یک نکته که شاید برای شما جالب باشه اینه که رنگ و نشانه ها و علامت های هر علم معرف یک سردار یا سپهدار بوده و گویا از تعداد نشانه ها یا پارچه ها یا علامت هایی که از علم آویخته بودن میتونستن بفهمن که این علمدار چند نفر سرباز در جبهه خودش داره. حتما علمهای تزیه گردانی و دسته گردانی های محرم رو دیدید در رنگ ها و اندازه های مختلف و تعداد پارچه هایی که از اونها به صورت نمادین آویزون کردن. رنگ علم اولیا رنگ های ویژه خودش رو داره، علمهای اشقیا هم همینطور. بسیار پژوهشگرها معتقدند که این علمها و درفشها و رنگها و علامتها و نشانها متأثر از دورترین روزگار دوران اساطیری تاریخی، تاریخی ایران و البته شاهنامه فردوسی است که بعدها این علمها و بیرقها در نمایش تعزیه و دستگردانی های محرم هم راه پیدا کرد. تا هر علم و بیرقی نماد و معرف یک سردار و تعداد سربازاش باشه. در شاهنامه بسیار از این صحنه های علمگردانی ها و درفش ها در صحنه های جنگ یاد شده. هجیر هم نام و مشخصات صاحبان علم ها و صاحب و همینطور علامت ها و خیمه ها رو به سهراب یک به یک پاسخ و شرح میده. ولی وقتی که به خیمه سبز رستم و نشانی های رستم میرسن، هجیر بر جان رستم میترسه و پاسخ دروغ به سهراب میده. هجیر با خودش فکر میکنه که اگر به راستی نشانی های رستم رو به سهراب بدم، این جوان با این قدرتی که داره حتما رستم رو میکشه، بعد هم همه پهلوانان این مرز و بوم رو. پس بهتر است که من بمیرم تا باقی زنده بمانند. در اینجا بیت مشهوری از زبان هجیر گفته میشه که گویا در دوره معاصر تغییر پیدا کرد، همان بیت چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، که اصل بیت در واقع این هست. حالا چون بسیار بحث انگیزه از اون میگذرم، اصل بیت رو میخونم و اصل معنی رو. چو گودرز و هفتاد پور گزین، همه پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران تن من مباد، چون این دارم از موبد پاکیاد. اگر قرار باشه که همه پهلوانا بمیرن، پس بهتر تن من هم نباشه، پس من بمیرم ولی رستم و دیگران باشن. این اصل بیت و معنیش هست، همه مطلب. و بیچاره سهراب که از آن طرف داییش تنها راهنمای او برای شناساندن رستم کشته می شود و از این طرف هجیر هم هویت رستم رو به او دروغ می گوید.
بپوشید و خفتان و بر سر نهاد. یکی خود چینی به کردار با زتندی به جوش آمدش خون برنگ، نشست از بر باره تیز تنگ، نشست از بر باره تیز تنگ. به سر جهان پهلوانه تهمینه وقتی رستم را دید گفت این جهان پهلوان همسر من باشه من پسری به دنیا بیاورم که جهان زیر نگیرش باشه، که هست شک نیست، اما بی خبر از بازی های سپهر بازی کرد. آنت به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کنه روزگار. سهراب زد به میدان جنگ، صف شکن سپاه ایران رو شکافت. رسید به قلب سپاه، قلبگاه جایگاه پادشاهه. خطاب به کیکاووس فریاد زد، چون این گفت کی شاه پردار و برد، چگونه است کارت به دشت نبرد؟ چرا کرده ای نام کاووس کی، که با جنگ نه پای داری نه پی؟ بدین نیزه جان تو بریان کنم، ستاره همه بر تو گریان کنم. یکی سخت سوگند خوردم به بزم، بدان شب کجا کشته شد زندرزم. که از ایران نمانم یکی نیزه دار، کنم زنده کاووس کی را بدار. کرا داری از لشکرت جنگ جوی، که پیش من آید کند روی روی. بگفت و همی بود جوشان بسی، از ایران ندادند پاسخ کسی. رسید به خیمه کاووس، به یک گردش نیزه زد 80 میخ سراپرده خیمه از جا کنده شد. کاووس با غم و ترس فریاد کمک سرداد که بروید به رستم خبر دهید. طوس خبر به رستم برد. رستم آهی کشید و قرزنان با غر و لند گفت که در گذشته پادشاهان که مرا میخواستند گاهی برای رزم بوده، چه بسیار که برای بزم بوده. از وقتی که ما این کاووس را شاه کردیم، هر وقت مرا خواسته همه اش رنج و بدبختی و فلاکت برایم بوده است. چون این گفت رستم که هر شهریار که کردی مرا ناگهان خواستار، گهی رزم بودی گهی ساز بزم، ندیدم ز کاووس جز رنج رزم. بفرمود تا رخش را زین کنند، سواران بروها پر از چین کنند. به دل گفت کین رزم آهرمن است، نه این رست خیز از پی یک تن است. بزد دست و پوشید ببر بیان، ببستان کیانی کمر برمیان. نشست از بر رخش و برداشت راه، زواره نگهبان رخت و سپاه. زواره برادر وفادار همیشه با وفای رستم. درفشش ببردند با او به هم علم رستم. همین رفت پرخاش جوی و دژم، چو سهراب را دید با یال و شاخ. برش چون بر سام جنگی فراخ، بدو گفت از ای در به یک سو شوی. جالب هست که مدام اشاره میشه که سهراب شبیه سام سوار. سام سوار میدونیم که پدر بزرگ رستم است و نیای بزرگ سهراب. رستم اینگونه با سهراب صحبت میکنه. بدو گفت
از ای در به یک سو شویم، به آوردگاهی پیاهو شویم. گفت جوان از اینجا به سوی دیگر برویم و بجنگیم. به رستم چنین گفت رو تا رویم، از این هر دو لشکر به یک سو شویم. ز لشکر نخواهیم ما یار کس، که من باشم و تو در آورد و بس. درست است که بالا بلندی، اما کتف و یالت از بسیاری سال ستم دیده است، تا به یک مشت مرا ندارند. رستم اما بدو گفت نرم ای جوان مرد، نرم زمین سرد و خشک و سخن چرب و گرم. به پیری بسی دیدم آوردگاه، بسی بر زمین پست کردم سپاه. تبه شد بسی دیو در چنگ من، ندیدم بر آن سو که بودم شکن. نگه کن مرا تا ببینی به جنگ، اگر زنده مانی مترس از نهنگ. مرا دید در جنگ دریا و کوه، که با نامداران توران گروه. چه کردم ستاره گواه من است، به مردی جهان زیر پای من است. چو آمد ز رستم چنین گفت و گوی، بجنبید سهراب را دل بروی. دل سهراب لرزید، بدو گفت کس تو بپرسم سخن، همی راستی باید افکند بن. من ایدون گمانم که تو رستمی، هم از دوده نام ور نیرمی. تو رستمی؟ چون این داد پاسخ که رستم نیم، هم از دوده سام نیرم نیم. رستم هزار چون من چاکر دارد، بگیر. از امید سهراب شد ناامید، برو تیره شد روی روز سپید. نیزه انداختن نیزه ها خلال شد، دست بردند به شمشیر سپرها قلم شد. دست بردند به عمود خارا شکن، عمودها خم شد. کمان کشیدند باران تیر بی نتیجه، خوی و خون از سر و روها سرازیر. عجیب است که سخن فردوسی رو بشنویم، با جهان هستی صحبت میکنه. میگوید که جهانا، جهانا شگفتا که کردار توست، هم از تو شکسته هم از تو درست. از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننمود چهر. همی بچه را باز داند سطور، حیوانات بچه خود را می شناسند. همی بچه را باز داند سطور، چه ماهی به دریا چه در دشت گور. نداند همی مردم از رنج آز، یکی دشمنی را ز فرزند باز. اما بشر گرفتار حرص و طمع و آز، به جایی میرسد که دشمن را از فرزند باز نمیتواند بشناسد. ببینیم کشتی پدر و پسر، رستم و سهراب، در برنامه آینده. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.